اصفهان نصف جهان، قسمت پنجم. نویسنده صادق هدایت، ناظر ضبط فرهاد عزیزی، راوی احسان مرادپور، صداگذاری مهدی محمدیان، مدیریت برنامه فرشید رشیدا، تهیه کننده بنیاد آینه. وارد حیات که شدیم پیدا بود که به تازگی همه اونها مرمت شدن. در ایوان تاغ نما که میان دو منار قرار گرفته، قبری به شکل مربع مستطیله که بیش از یک ذر از زمین ارتفاع داره. دور اون به عربی نوشته و روی سنگی که به دیواره خونده میشه عبدالله محمد ابن محمود سقلاوی سنه 716. ولی بعد در کتابی دیدم نوشته بود عبدالله سیقلانی در بقعه منار جنبان است، عهد خدابنده بوده. شاید من سوادم نم کشیده بود یا سنگ به غلط حک شده، هر دو صورت ممکنه. در چهار گوشه قبر قبه های مخروطی شکله که به اونها دخیل بسته بودم. روی قبر یک شمعدان و یک کتاب دعا بود. چند کاشی قدیمی هم کنار قبر به دیوار بود. من و رفیقم از مناره ها بالا رفتیم. خیلی تنگ و ناراحت بود. امتحان کردیم، مناره ها تکان میخورد و لرزش آن کاملا محسوس بود. از اون بالا دورنمای قشنگی از اصفهان و مضافاتش دیده میشد. کشتزارهای سبز، برجهای کبوتر و گلهای خشخاش که از دور مثل اینه که برف اومده باشه پیدا بود. علت حرکت منار به قول اهالی از برکت اون قبره، ولی روی هم رفته به نظرم خیلی غریب نیومد و در مقابل بناهای دیگه شهرت بیجا پیدا کرده. در اینجا چیز تماشایی دیگه‌ای به جز کوه آتشگاه نبود که در دو فرسنگی شهر اصفهان واقع شده و تا اینجا نیم فرسنگ فاصله داشت. راهنما گفت بنایی است روی کوه که با خشت خام ساختن و هر کدوم از اون خشت ها 7 من وزن داره و حاضر شد که برای ظهر به ما جا و خوراک بده. ما هم به قصد تماشا رهسپار شدیم. نزدیک کوه کنار کشتزار از درشکه پیاده شدیم. کوه نسبتاً کوتاه و مخروطی شکل بود و بالا رفتن از اون دشوار به نظر نمی اومد، ولی راه معینی هم نداشت. از پایین دیوارهای شکسته روی کوه پیدا بود. محل ساختمان خیلی با سلیقه انتخاب شده بود. روی کوه چیزی که هنوز برپاست، یک هشدری گرده که تاقش ریخته و پایهاش کنده شده و چندین جرز و آثار بنایی‌های دیگه در اطراف کوه دیده میشن. ساختمان از خشتهای خیلی بزرگ کلوفت از گل و ماسن و لابلای اون بوریا گذاشته شده. جاهایی که خراب نکردن هنوز محکم و تمیز به جا موندن. خشت هم خیلی محکم و مثل اینه که دیروز قالب زده باشن. اگه این بنا به دست آدم ها خراب نشده بود، شاید 100 سال دیگه هم خم به ابروش نمی اومد. دورنمای شهر اصفهان بی اندازه قشنگ و سبز و خرم از اون بالا پیداست. رودخونه مثل نوار سیمین میان سبزه و کشتزارهای رنگ به رنگ مارپیچ میخورد. این کشتزارها مثل پارچه 40 تکه که هر تکه اون یک رنگ سبز داره. 8 دری بلندتر از سایر بناها و میان کوه واقع شده، دارای 8 درگاه یک جور و یک اندازه است. بالای درگاه ها هلالی شکله که دهنه هر کدوم قریب 1 گزه و از درون بالای هر دری یک رف کوتاهه، مانند رف خانه های قدیمی که بالاش به شکل قوس شکست است. ظاهرا جای در اونجا دیده نمیشه. پی 8 دری از سنگه.
و خود بنا از همون خشت‌های بزرگ ساخته شده که روش کاهگل و با گچ سفید شده. در میان هشتری محرابی است به شکل مربع مستطیل، مانند محراب مسجدها که دور اون از سنگ و درون اون پر شده. شاید در همونجا آتش می‌افروختن. طرف دیگه کوه بنای مفصل‌تری بوده که از اون چیزی باقی نمونده و تشکیل تله بزرگی میده. به روایتی شهر پهله در قدیم پایین همین کوه بوده. اون چه شهرت داره و از اسم کوه هم پیداست، در سابق شاید در زمان ساسانیان اینجا آتشکده بوده و هنوز هم اهل ده میگن اینجا آتشکده گبرها و آتش پرستاست. رفیقم از طرف دیگه کوه رفت. من یه تکه روزنامه از جیبم در آوردم و در محراب آتشکده آتش زدم که شعله کشید و زود خاکستر شد. بعد از بیراهه به دشواری پایین اومدم، ولی بارنی از ما زرنگتر بود. چندین بار به سراغ من اومد و دنبال رفیقم دوید. وقتی که پایین کوه رسیدیم، چهار تا بچه کوچیک دهاتی از کوه بالا میرفتن. رفیقم گفت هوا گرمه، برگردین. یکی از اونا جواب داد رعیت باید گرما بخوره تا عادت بکنه. کوه آتشگاه روز آبادیش شکوه مخصوصی داشته. این پرستشگاه مثل مسجد و کلیسا دورش دیوار نداشته و چیزی رو از کسی نمی پوشونده. مثل آتش ساده و پاکیزه بوده، همون آتش جاودان، نماینده پاکیزگی و زیبایی که به سوی آسمان زبانه می کشیده و در شبهای تار از دور دلهای افسرده رو قوت می داده و از نزدیک با پیچ و خم دلربا با روان انسان گفتگو می کرده. هوا گرم بود و ما خسته. رفتیم پای درخت و کنار نهر آب نشستیم. دهقان پای کوه که کردها رو آبیاری میکرد با ریش جوگندمی و قبای قدک آبی اومد و پهلوی ما چون باتمه زد. رفیقم کوه مقابل رو نشون داد و پرسید که سرخی میان آن چیست؟ اون گفت چشمه منظره. و گل سرخی اونجا داره که اگه به شاخ گوسفند بمالن چاق میشه و به درخت میوه که بمالن بارش زیاد میشه و چاه آبی هم داره که آبش خیلی گواراست. من یاد کتابهای قدیمی افتادم که برای هر چیز کوچیک و بیمنی هزار خاصیت مهم میتراشیدن. این فکر شاید از اونجا اومده که در همه کارهای خدا مصلحتیه و چیز بیفایدهی آفریده نشده. راجب منار جنبان گفت که در عهد ژاندارمری صاحب منصبی آمد سر قبری که آنجاست. بی احترامی کرد و یک لکلک را که روی هوا پرواز می کرد با تفنگش زد و همانجا شکمش خود به خود پاره شد. از آتشگاه پرسیدیم، گفت اول اصفهان دریا بوده و این کوه از آب بیرون بوده. مردمان پیشین آمدند، این هشتری را بالای کوه ساختند و خشت و گلش را با بز آن بالا بردند. من پرسیدم اگر آب بود چرا بز را انتخاب کردند که در آب غرق می شد؟ مگر حیوان بلندتری نبود؟ اقرار کرد که اینطور معروف است. بعد مقداری از گرانی قند، از ثبت اسناد و از محصول که سرما خراب کرده برای ما درد دل کرد. نزدیک ما گاو ماده سیاه لاغری با پیشانی گشاده چرا می کرد. مرد دهاتی گفت این گاو بچهش مرد و شیر نداد. ما هم در پوست گوسالش کاه کردیم و حالا عصر به عصر او را می بریم پهلوی پوست بچهش نگه می داریم. آن وقت روی چشمهایش اشک پر می شود و شیر می دهد. حیوان با پستانهای آویزان مانند دایه‌های کمخون و عصبانی بود و با پوزه نرمش سبزه‌ها را از روی بیمیلی پوز می‌زد و دور می‌شد و شاید در همان ساعت پشت پیشانی فراخ او یادگارهای غم‌انگیز بچه‌اش نقش بسته بود. این گاو احساساتی مانند زن‌های ساده و از دست رفته بود که تنها برای خاطر بچه‌شان زندگی می‌کنند و با قلب رفیق و مهربانش پونه‌های کنار نهر را بو می‌کشید. من از خودم می‌پرسیدم آیا همه این مطالب راست است؟
آیا این مرد یک نفر افسانه سرای زبردست است و یا نماینده مردمان دوره آبادی این کوه آتشگاه و از اون زمان صحبت میکنه؟ ایران چقدر بزرگ، قدیمی و اسرارآمیزه. این افکار تنها در دهاتی ایرانی پیدا میشه که پر از یادگارهای موروثی و قدیمیه. یک نفر دهاتی آمریکایی یا فرانسوی نمیتونه این همه یاد بود، فکر و افسانه داشته باشه. بالاخره بلند شدیم تا برای ظهر جایی رو واسه خودمون دست و پا کنیم. بارنی از آب دل نمیکن، جست و خیز میکرد، خودشو میشست و خستگی راه و در میکرد. به کلاه دون که رسیدیم، راهنمای منار جنبان ما را برد در باغی که یک گوسفند بزرگ در اونجا بود و به محض دیدن بارنی دنبالش کرد، به طوری که ناچار ما در مهتابی عمارت پناه بردیم. نهار مفصلی که عبارت بود از یک سینی گیلاس خیلی خوب آبدار، یک کاسه ماست و نان و پنیر و سبزی برای ما آوردن. بارنی اول و به تقلید ما دو سه گیلاس خورد، بعد استاد شد و هسته اونها رو در آورد. ولی چون مقصود ما گردش بود، تصمیم گرفتیم که بعد از نهار از بیراهه و کنار رودخانه به شهر برگردیم. سر راهمون همه جا کشتزارها، مادیها و سبزکاری بود و دهاتیهایی که مشغول کشت و درو بودن. عطری که از درخت‌های سنجد در هوا پراکنده بود مدتی ما رو نگه داشت. بعضی جاها راه نبود و به دشواری می‌گذشتیم. در مادی‌ها سنگ می‌ریختیم تا جای پا برای خودمون درست کنیم. در رودخونه علاوه بر وزغ، مارماهی، ماهی و ماهی سیاه بزرگ هم داشت. در رودخونه که ما مشغول شستشو شدیم، نزدیک بود بارنی و لو بدیم، همونطوری که اون امروز صبح اسباب زحمت ما شد. چون دو نفر بچه دهاتی پدرشونو به کمک میخواستن که اونو بکشن، به خیالشون که شغاله. گویا مردم و حیوانات اینجا سگ به شکل و نژاد بارنی ندیده بودن، چون همه جا طرف توجه میشد. و در باغ میوهی که مشغول خوردن گیلاس شدیم، مجددن یک دسته گوسفند، میش و الاغ از خوردن چشم پوشیدن و به تماشای بارنی اومدن، به طوری که رد کردن اونها اسباب اشکال شده بود. اگه جانوران هم برای تماشا پول میدادن، ما در اون روز کاسبی خوبی میتونستیم بکنیم. در راه رفیقم بیشه ی حبیب رو نشون داد که از قرار معلوم محل تفریح مردمه. عمارت دو طبقه تازه سازی در میان بیشه دور از آبادی دیدیم که به نظر می اومد برای دو نفر عاشق و معشوق ساخته شده بود. رفیقم گفت اینجا مال زنیه که عاشق شوفر خودشون شده و شوهرشو ترک کرده و شوهرش هرچه عجز و التماس کرده به جایی نرسیده تا اینکه دیوونه شده و الان در دارالمجانین اصفهانه. من خیلی دلم میخواست این مردی که از عشق زنش دیوونه شده رو ببینم، ولی از قرار معلوم سرشناس بود و رفیقم نخواست اسمشو به من بگه. وقتی که وارد خیابان چهار باغ شدیم، نزدیک غروب بود. جلوی مدرسه چهار باغ فریاد یا حسین میکشیدن. در ایوان خانه رفیقم که نشستیم، مهتاب آهسته بالا میومد. بارنی اومد زیر میز و خوابید. شاید بیشتر از ما خسته شده بود، چون چهار بار از کوه آتشگاه بالا رفته بود، گیلاس خورده بود، سنگ و جویده بود، در لجنزار دویده بود و هرچه در چنتش بود نمایش داده بود. من صفحه گیتار هاوایی رو گذاشتم، زیر و بم اون در هوای ملایم شب آغشته می شد. هیکل کوه آتشگاه اونجا دور و مرموز در روشنایی مهتاب پیدا بود. نمیدونم چرا این ساز منو به یاد روز آبادی آتشگاه انداخت. روزهای پر افتخار که مغان سفید پوش با لباس بلند، چشمهای درخشان جلوی آتش زمزمه می کردن. مغ بچگان سرود می خواندن و جامهای باده دست به دست می گشته. اون وقت جسم و روح مردم آزاده و نیرومند بوده، چون جلوی یک گلوله خاک عربستان سجده نکرده بودن. اما حالا خراب، تاریک، دور از شهر، جرزهای اون روی سنگهای کبود کوه ریخته، مهتاب روش سنگینی میکنه و باد و باران اونو خورده خورده میخوره.
چه خوب بود اگر اونجا رو از روی نقشه اولش دوباره می ساختن و به یادگار زمان پیشین در اون آتش می افروختن. آیا روح پیشینیان، روح صنعتگران و روح پادشاهان اون بالا روی خرابه های آتشگاه پرواز نمی کنه؟ در این ساعت همه خستگی ها، همه دوندگی های مسافرت برای جواز و اتومبیل همه از یادم رفت و مثل این بود اون چه دنبالش میگشتم به من داده بودن. تا اینجا آخرین روز تعطیل تمام شده بود و باید برگشت. پس از خدا نگهداری با رفیقم صفحه گیتار هاوایی رو به یاد اصفهان از اون گرفتم. در گاراژ تقویم سیگار سلطانی به دیوار آویزان بود که بالای اون تخت جمشید و پایینش 40 ستون و عالی قاپو کشیده شده بود. در ضمن همون شوفر که ما رو آورده بود جلو اومد و گفت چرا به این زودی برمیگردین؟ برین به شیراز، اونجا تماشاییه. خیابونای بزرگ درست کردن. آب و هواش هیچ دخلی به اصفهان نداره. آب اینجا سنگینه، اما اونجا روزی 4 مرتبه آدم چیز میخوره. من به سال بعد وعده دادم و آخرین گردشی رو در خیابان 4 باغ کردم. آیا برای شناختن اصفهان 3-4 روز کافیه؟ آیا میتونم راجع به اون اظهار عقیده کنم؟ برای این شهری که در زمان صفویه نصف جهان لقب داشته، شهر یکتای دنیا که از همه جا به دیدن اون میان، شهر صنعت، شکوه، شراب، نقاشی، کاشیکاری، معماری، کشاورزی، با گنبدها، مناره‌ها، کاشی‌های لاجوردی که می‌خواسته به پای تیزفون، پایتخت باشکوه ساسانی برسه و هنوز هم زیر عظمت و کشش صنعت خودش انسانو خرد می‌کنه. حالا که چشمامو می‌بندم یک دسته کاشی خوشنقش و نگار، رنگ‌های خیره کننده در جلوی چشمم مجسم میشه. مهتاب، شبح، مناره‌ها، گنبدها، تاق‌ها، شبستان‌ها، دشت‌های پهن، کشتزارهای سبز، گل‌های سفید خشخاش، آب زاینده رود که روی ریگ‌ها غلط می‌زنه، همه مانند پرده سینما یکی از پی دیگری از جلوی چشمم می‌گذره. صفحه گیتار هاوایی آهسته می‌چرخه. ناله‌های سیم در هوا موج می‌زنه و می‌لرزه. نمیدونم چرا به یاد آتشگاه میفتم و سرودی که پیشتر، خیلی پیشتر در اونجا مترنم بوده به یادم میاد. آن کوه پیر کوتاه که مانند افسون تنها از زمین سر در آورده برای اینکه روش آتشگاه بسازن. دور از شهر، دور از هیاهو، دور از دسترس مردم، آن هشدری سفید مثل تخم مرغ که با خشت‌های وزین ساخته شده جلوی خورشید می‌درخشیده. شب‌ها در میان خاموشی و آرامش طبیعت از میان آن آتش جاودانی زبانه می‌کشیده و قلب‌های سرد رو گرم می‌کرده. فکرها رو از زندگی مادی بالا می‌برده و به سرحد کمال می‌رسونده. همونطوری که همه چیز در آتش استحاله میشه و بیالایش میگرده. مثل اینه که یا این ناله های گیتار وابستگی مستقیمی با این آتشکده دارن و یا برای سرنوشت اون میناله. باید رفت. این لغت رفتن چقدر سخته. یکی از بزرگان گفته آهنگ سفر یک جور مردنه. وقتی که انسان شهری رو ودا میکنه، مقداری از یادگار، احساسات و کمی از هستی خودش رو در اونجا میذاره و مقداری از یادبودها و تأثیر اون شهر رو با خودش میبره. حالا که میخوام برگردم، مثل اینه که چیزی رو گم کرده باشم یا از من کاسته شده باشه و اون چیز نمیدونم چیه. شاید یک خورده از هستی من اونجا در آتشگاه مونده باشه.